با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. فوری پاکستان در اعتراض به اظهارات اخیر مقامهای افغان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. و آیا توافق پنهانی میان افغانستان و پاکستان زیر کار است؟ لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. پاکستان در اعتراض به اظهارات اخیر مقامهای افغان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. به نقل از روزنامه 8 صبح وزارت خارجه پاکستان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را به دلیل آنچه ادعای بی اساس و غیر مسئولانه رهبران افغان علیه پاکستان خوانده احضار کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که روز دوشنبه 27 ثور نشر شد آمده است که اسلام آباد نگرانی جدی را از طریق گفتگوی جدی با سفیر افغانستان در اسلام آباد در مورد اظهارات غیر مسئولانه و بی اساس رهبری دولت افغانستان مطرح کرده است. اسلام آباد تاکید کرده است که اتهامات بی اساس اعتماد را از بین می برد و فضای دوستی بین دو کشور را متضرر می کند. پاکستان مدعی است که این اظهارات نقش سازنده این کشور در روند صلح را نادیده می گیرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که از جانب افغانستان خواسته شده است که از طریق سازوکار برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی به هدف رسیدگی مسائل دو جانبه استفاده کند. نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان در این مورد چیزی نگفته است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان از فرد نام برده نشده است، اما اخیراً رئیس جمهور غنی و حمدالله محب مشاور امنیت ملی او در اظهارات از حمایت پاکستان از طالبان انتقاد کرده است. رئیس جمهور غنی بارها تاکید کرده است که پاکستان از طالبان حمایت میکند و رهبران این گروه در پاکستان دفاتر دارند. باری رئیس جمهور غنی در گذشته تاکید کرده بود که پاکستان دو راه دارد که باید از میان دشمنی و دوستی با افغانستان یکی را انتخاب کند. از جانب دیگر حمدالله محب مشاور امنیت ملی در ننگرهار ولایت هممرز پاکستان اعلام کرد که این کشور در صدد گسترش مرزهای خود با افغانستان است و به همین دلیل از گروه طالبان که او این گروه را قدرت طلب توصیف کرد استفاده می کند. و در اخیر آیا توافقنامه پنهانی میان افغانستان و پاکستان زیر کار است؟ به نقل از دویچه وله، شماری از مقامهای پیشین حکومت افغانستان ادعا دارند که یک معامله پنهانی میان پاکستان و حکومت افغانستان با میانجیگری بریتانیا جریان دارد. اما حکومت با رد این ادعا میگوید که خواست اصلی از پاکستان همکاری در تامین صلح است. ادعاهای برخی از مقامهای پیشین حکومت افغانستان در رابطه با مذاکرات روی یک معامله پنهانی میان حکومت افغانستان و پاکستان سوالها و ابهاماتی را در این کشور ایجاد کرده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک هفته پیش با قمر جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان و سر نیک کارتر فرمانده عمومی نیروهای بریتانیایی در کابل نشست سه جانبه داشت. هرچند جزئیات این دیدار به گونه رسمی منتشر نشد، اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین استخبارات افغانستان ادعا کرده است که در این دیدار سه جانبه که در حدود 2.5 ساعت در پشت درهای بسته انجام شد روی یک توافق نظامی میان کابل و اسلام آباد بحث شده است. نبیل که از منتقدین حکومت است بدون اینکه در مورد منبع ادعاهای خود چیزی بگوید در صفحه فیسبوکش نگاشته است: همین اکنون با میانجیگری انگلیس ها بعض معاملات شرم‌آور دیگر جریان دارد و در حال تکمیل شدن است که در آن سود شخصی افراد در نظر گرفته شده و زیان آن متوجه افغانستان است. رحمت الله نبیل مدعی است که در این نشست سه جانبه روی مسائل جدید از جمله کاهش کمیت نظامیان افغانستان، آموزش نظامیان افغان توسط آموزگاران نظامی پاکستان، انجام عملیات های مشترک نظامی و استخباراتی در خاک افغانستان و فراهم سازی کمک های تحصیلاتی و تکنیکی برای استخبارات افغانستان از جنوب پاکستان، ترمیم اسلحه و تیاره های نظامی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توسط پاکستان و سرکوب جنبش تحفظ پشتون ها بس و
گفتگو شده است. این مقام پیشین استخبارات افغانستان یادآور شده است که اشرف غنی در این نشست سه جانبه برای رهایی 7000 زندانی طالبان تعهد کرده و گفته است که در این مورد لویه جرگه برگزار خواهد کرد. افزون بر این رحمت الله نبی نگاشته است که حصارکشی یک جانبه در امتداد خط دیورند امضای موافقتنامه ساب که بر اساس آن پاکستان اجازه ایجاد چندین دروازه و پوسته را دارد، امضای تفاهمنامه همکاری استخباراتی به هدف از بین بردن مخالفان دولت پاکستان، تغییر تعرفه های گمرکی و تجاری به سود پاکستان از معاملاتی است که با پاکستان انجام شده است. حکومت این اظهارات بی بنیاد است. حکومت افغانستان این ادعاها را به شدت رد می کند. دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان به دوچوله گفت جریان معامله پنهانی کاملا بی اساس است و ما آن را رد می کنیم. او می افزاید که اقدامات صادقانه و عملی پاکستان در مبارزه علیه تروریسم، مسدود ساختن مراکز تنبیه و تجدید ترستان و قطع حمایت از آنها از خواست های عمده و همیشگی حکومت افغانستان از پاکستان است. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان نیز در واکنش بین ادعاهای رئیس پیشین امنیت ملی در صفحه تویترش نگاشته است برخی از کاربران تویتر در مورد محتویات صحبت‌های سری جنرالان باجوا و کارتر معلومات را به نشر سپردند. منبع این معلومات به گمان اغلب موش‌های دیوار باشند. قصه کوتا این موش‌ها خیلی دروغگو هستند. اما یک منبع دیگر در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دوچوله گفت که صحبت ابتدایی در رابطه به این موضوع صورت گرفته است، اما این موضوع به حد ابتدایی است که نمی شود از شکل گرفتن یک توافقنامه سخن گفت. او در عین زمان مسئله آزادی 7000 زندانی طالبان را شدیداً رد کرد. این ادعاها در زبان مطرح می شود که اخیراً حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با لحن بسیار تند سخنان علیه پاکستان ایراد کرده است. محب دو روز پیش در یک سخنرانی در ولایت ننگرهار گفت که پاکستان با استفاده از یک گروه قدرت طلب در تلاش گسترش مرزهایش به خاک افغانستان است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین استخبارات افغانستان در این باره گفته است آنچی ثابت گردیده این است که هرگاه آنها معامله را با پاکستان انجام می دهند همزمان با آن به منظور انحراف از هان عامه و تندوستی و احساسات ضد پاکستانیشان به غلیان می رسد و شدت می یابد. محمد کریم خرم که در زمان حکومت حامد کرزی رئیس دفتر او بود و حالا نیز از نزدیکان سیاسی او به شمار می رود نیز با اشاره به گفته های اخیر محب درباره پاکستان گفته است که آقای محب درباره پاکستان سخنان احساساتی بیان کرد، اما درباره تفاهمنامه همکاری امنیتی و ساخت دروازه و پوسته های امنیتی پاکستان در خاک افغانستان چیزی نگفت. شورای امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته است که یگان راه رسیدن به صلح با طالبان توافق با پاکستان است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان قبلا گفته که از چند ماه به این سو به همین منظور نشست میان مقام های استخبارات پاکستان و افغانستان با میانجیگری بریتانیا در بحرین برگزار شده است. همکاری پاکستان در تامین صلح در افغانستان مهم عنوان می شود، خصوصا با توجه به نفوذی که این کشور بر گروه طالبان دارد. ظاهرا اسلام آباد بر آوردن طالبان به میز مذاکره با آمریکایی ها نیز نقش موثر بازی کرده است. به تازگی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در یک تماس تلفنی درباره روند صلح افغانستان و کاهش خشونت ها گفتگو کرده است. بلینکن در صفحه تویترش نگاشته است که آمریکا مشتاق ادامه همکاری با پاکستان در روند صلح افغانستان است. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا از یک سال به این سو مسائل استخباراتی افغانستان و پاکستان را به بریتانیا واگذار کرده است. این تحلیلگر میگوید که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی نیز چنین مذاکرات شروع شده بود، اما کرزی این درخواست پاکستانی ها را نپذیرفت. او فکر میکند که آقای غنی این تقاضای پاکستانی ها را پذیرفته و شاید امضا کرده باشد. او چنین تحلیل میکند که شاید در عوض از سوی اسلام آباد تعهد شده باشد که پاکستان طالبان را مجبور بسازد که پذیرند تا اشرف غنی در دوره موقت و عبوری در قدرت باقی بماند. او برای تایید این اظهارات خود به گزارش های تایید ناشده اشاره می کند که گویا مقام های افغانستان با مقام های استخباراتی و نظامی پاکستان در این کشور و بحرین دیدار داشتند. دوستان عزیز سپاس از این که تا این دم با ما بودید. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا درود دیگر، بدرود.